در نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامزلو که روزانه با حضور علما، فضلا و عموم مؤمنان در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود، یکی از سوال هایی که سه شنبه 13 ربیع الثانی 1444 از معظم الله پرسیده شد این بود که اگر دختری خواستگار همکف داشته باشد ولی پدرش رضایت ندهد، در این صورت آیا دختر حق ازدواج دارد؟ پاسخ آیت الله العظما شیرازی را با هم ببینیم و بشنویم. نظر دختر اصله، چون اون طرف ازدواجه و پدر اگر دختر بکر نباشه که شرط نیست اصلا، در صورتی که بکر باشه و یه موردی را قبول کرده و پدر قبول نداره و اون مورد مناسب دختر اگه هست، اذن پدر ساقطه، مشمول بین فقها اینه. مناسب معیار اینه که مناسب عرفی باشه. فرض کنید پسر همون که تو روایت داره دین و اخلاقش خوبه و از نظر فامیلی، از نظر همشهری، از نظر زبون، از این نظر مناسبش هست. اگه دختر قبول کرد و پدر رفض کرد، این حتی از فقهای قبل مطرحه، تو شرایع هم داره این که اذن پدر دیگه در اینجا شرط نیست. جایی شرطه که مناسب به دختر نباشه یا محرز نباشه که این جوان مناسب به دختر هست یا نیست. در نشست علمی سه شنبه 13 ربیع الثانی همچنین سوالهای مختلف دیگری درباره فرق میان اداء صلات و اقامه آن، ثواب بردن از عمل نیابتی، صحت یا عدم صحت برخی شروط زوجه هنگام عقد، آیا زنی که بدون دخول بکارت را از دست داده باکره حساب می شود؟ حکم نماز مسافری که بعد از قصد 10 روز منصرف شود؟ حکم استناد به زیارات معصوره در احکام شرعی؟ و نیابت از انسان زنده در نماز و روزه پرسیده شد که آیت الله العظما شیرازی دامظله به یکایک سوالها با سعه صدر پاسخ دادند. لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامظله به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم خیابان انقلاب کوچه 6 رأس ساعت 11:15 به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت زنده از شبکه امام حسین علیه السلام بیننده این نشست علمی باشید.